در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهای تازه از نشست کمیسیون برجام، سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران، اعلام زمان برگزاری انتخابات در میانمار و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 21 فروردین تعداد مبتلایان کرونا در جهان به 135 میلیون و 500 هزار نفر نزدیک شد و شمار قربانیان از 2 میلیون و 930 هزار نفر فراتر رفت. تا کنون حدود 109 میلیون نفر از کرونا بهبود یافتند. هند با ثبت حدود 145 هزار مبتلای جدید در روز جمعه رکورد دیگری ثبت کرد. میانگین فوتی‌های برزیل نیز در 3 روز اخیر حدود 3900 نفر اعلام شد. این کشور از نظر آمارهای کنونی مبتلایان و فوتی‌ها وخیم‌ترین شرایط را از ابتدای همه‌گیری پشت سر می‌گذارد. همزمان با افزایش قابل توجه شناسایی افراد آلوده به ویروس کرونا در فرانسه، این کشور در حال نزدیک شدن به مرز 5 میلیون مبتلا قرار دارد. با افزایش بی‌سابقه مبتلایان و فوتی‌های کرونا در ترکیه هم میزان ابتلای روزانه در این کشور به مرز 60 هزار نفر نزدیک شد. پس از اینکه اسلواکی مدعی شد واکسن‌های روسیه وارد شده به این کشور با واکسن‌های صادر شده به سایر کشورها متفاوت است، مقامات این کشور از احتمال بازگرداندن محموله به روسیه خبر دادند. روسیه اما ادعای مقامات اسلواکی را دروغ خوانده است. پایان نشست کمیسیون برجام و توافق برای ادامه گفتگوها. دومین جلسه حضوری 18 نشست کمیسیون مشترک برجام جمعه در وین برگزار شد. در این نشست توافق شد که جلسه بعدی کمیسیون چهارشنبه در سطح معاونان برگزار شود و رایزنی‌های فنی و تخصصی برای تهیه فهرست اقداماتی که باید از سوی همه طرفین در حوزه رفع تحریم و اقدامات هسته‌ای انجام شود به صورت فشرده ادامه یابد. محمد جواد ظریف در پیام توییتری اعلام کرد که ایران مسیری منطقی برای پایبندی کامل به برجام ارائه می‌کند و در این مسیر ابتدا آمریکا باید به پایبندی کامل بازگردد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در پس از پایان نشست اخیر گفت اعضای برجام یک ارزیابی کلی از فعالیت‌های کارشناسان در 3 روز گذشته به عمل آوردند و رضایت خود را از پیشرفت اولیه اعلام کردند. وانگ چون سفیر چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در توییتر نوشت تمام طرف‌ها اختلافات خود را کاهش دادند تا به تدریج شاهد به وجود آمدن اتفاق نظر در توافق هسته‌ای باشیم. سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران پس از آزادی نفتکش کره ای. به دنبال رفع توقیف نفتکش کره جنوبی در ایران، نخست وزیر کره جنوبی امروز وارد ایران می شود. این نفتکش به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی در خلیج فارس حدود 3 ماه توقیف شد و سرانجام روز جمعه به همراه ناخدا و خدمش آبهای ایران را ترک کرد. طبق اعلام سخنگوی وزارت خارجه ایران، هدف از سفر نخست وزیر کره جنوبی گفتگو با مقامات ایرانی درباره موضوعات دو جانبه از جمله محدودیت‌های غیرقانونی اعمال شده برای دسترسی به منابع بانک مرکزی ایران در این کشور است. بالا گرفتن تظاهرات در ایرلند شمالی. بلفاست، مرکز ایرلند شمالی، طی 1 هفته اخیر دچار ناآرامی و درگیری میان معترضان و پلیس بوده. این اعتراضات به دلیل افزایش نارضایتی‌ها از شکل‌گیری موانع تجاری میان این کشور و دیگر مناطق بریتانیا پس از توافق برگزیت روی داده است. تا کنون حدود 80 مأمور پلیس در جریان این ناآرامی‌ها زخمی شدند و 10 معترض تحت پیگرد قرار گرفتند. اعلام زمان برگزاری انتخابات در میانمار توسط ارتش. همزمان با کاهش تظاهرات ضد کودتا در میانمار، نظامیان این کشور برای نخستین بار از زمان کودتا اعلام کردند در 2 سال آینده انتخاباتی برای بازگرداندن دموکراسی به میانمار برگزار خواهد شد. ارتش میانمار 1 فوریه امسال با اعلام کودتا علیه دولت آنگ سان سوچی مقامات دولت او را بازداشت کرد، اقدامی که با برگزاری تظاهرات سراسری در این کشور همراه بود. تا کنون بیش از 600 نفر از معترضان کشته شدند. از سوی دیگر 19 نفر از معترضانی که در کشته شدن یکی از معاونان ارتش نقش داشتند به اعدام محکوم شدند. در گذشته همسر ملکه انگلستان در سن 99 سالگی شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا، روز جمعه در سن 99 سالگی درگذشت. او 20 نوامبر 1947 با ملکه بریتانیا الیزابت دوم ازدواج کرده بود. شاهزاده فیلیپ در سالهای اخیر چندین بار به خاطر بیماری‌های مختلف در بیمارستان بستری شده بود.
هشدار رهبر کره شمالی درباره قحطی و بی‌ثباتی اقتصادی. همزمان با انتشار گزارش گروه‌های حقوق بشری درباره مواجهه کره شمالی با کمبود شدید مواد غذایی و بی‌ثباتی اقتصادی، رهبر این کشور از مردم خواست برای روزهای سخت آماده شوند. کیم جونگ اون برای نخستین بار وضعیت اقتصادی کنونی کشورش را با قحطی دهه 90 میلادی این کشور که صدها هزار نفر را به کام مرگ کشاند مقایسه کرد. علاوه بر تحریم‌های اقتصادی علیه کره شمالی، این کشور به دلیل همه‌گیری کرونا مرزهای خود را بسته است، اقدامی که باعث شده تجارت این کشور با بزرگترین شریک تجاری‌اش یعنی چین تا 80% کاهش پیدا کند.